سلام بچه ها، به کانال ورد آف فکس خوش اومدید. من مهدی هستم و امروز میخوام براتون 10 تا از غم‌انگیزترین مرگ‌ها توی دنیای بازی‌های ویدیویی رو تعریف کنم. دقت داشته باشید که ما فقط در مورد کاراکترهای مثبت حرف میزنیم و در ضمن اونا باید توی هیچ بازی دیگه، چه دنباله و چه اسپیناف، زنده نشده باشن. پس دستمال کاغذی خودتون رو آماده کنید تا بریم سراغ لیست. شماره 10، رومان بالک یا کیت مکرینی، GTA 4. GTI یکی از فرانچایز های بی نظیره که توش انواع تراژدی ها و اتفاقات شوکه کننده رخ میده، اما بدون شک غم انگیزترین اونا مربوط به اتفاقات پایانی GTA 4 میشه، جایی که نیکو در آخر بازی بهش زنگ زده میشه تا یه معامله رو همراه با کسی که قبلا بهش خیانت کرده بود، یعنی دیمیتری، انجام بده. شما دوتا آپشن دارید، اینکه معامله رو به پایان برسونید یا دیمیتری رو بکشید. اگه شما معامله رو انجام بدید، یه قاتل سراغ شما میاد و توی درگیری رومان در روز عروسیش کشته میشه. اما اگه شما دیمیتری رو بکشید، یه سری قاتل بهتون حمله میکنن، اما این بار عشقتون یعنی کیت مکرونی به قتل میرسه. در هر حال مشاهده کردن این صحنه واقعا دردناکه. شاید خیلیاتون به کاراکترهای جی تی آی وی اشاره کنید، ولی باید بهتون بگم توی اون بازی میشه از مرگ مایکل یا تریور جلوگیری کرد. شما میتونید تاریخچه جی تی آی از لینک زیر ویدیو تماشا کنید. شماره 9، موردین سولوس، مس افکت 3. توی مس افکت کلی از شخصیت‌های دوست داشتنی هستن که مرگشون ما رو غمگین میکنه، اما از نظر من غمگین ترین اونا مربوط به موردین میشه. توی این بازی یه سلاح بیوژنتیکی به اسم جنوفیج وجود داره که میتونه حتی یه سیاره رو نابود کنه. موردین توی این بازی جون خودش رو قربانی میکنه تا بتونه نژاد خودش رو از نابودی در برابر این سلاح نجات بده. یکی از چیزهایی که این صحنه رو برای من واقعا تراژدیک میکنه، آوازی که موردین با خودش میخونه. شماره 8، اگرو، سایه کولوسوس. همونطور که میدونید این بازی به صورت کلی یکی از غم‌انگیزترین داستان‌ها و پایان‌های ممکن را داره، اما حتما برای اینکه یه مرگ تراژدیک باشه لازم نیست دیالوگ‌های عمیق بگه. برخی اوقات غم‌انگیزترین صحنه‌های مرگ مربوط به اونایی هستن که صامتن، مثلا وقتی که شما یه حیوان رو از دست میدید. در طول بازی اگرو اسبتون تنها همدمتونه و توی کلی از صحنه‌ها باهاش صحبت می‌کنید. وقتی که دارید به سمت آخرین کولوسوس میرید، از روی یه پل عبور میکنید که متاسفانه پل فرو میریزه و اسب به پایین سقوط میکنه. شماره 7، صبح، کال آف دیوتی مودرن وارفیر 3. بدون هیچ تردیدی سری مودرن وارفیر بهترین نسخه های کال آف دیوتی به شمار میره. توی مودر وارفیر کلی از کارکترهای محبوب بازیکنها کشته میشن، مثلا گست. اما به نظر من غمگین ترین اونم مربوط به صبح میشه. وقتی که شما همراه با صبح به یه ماموریت رفتید تا ماکاروفو بکشید، همه چیز لو میره و متاسفانه مخفیگاه شما منفجر میشه. صبح و یوری میپرن پایین که صبح به شدت زخمی میشه. شما اونو به سرپناه میرسونید، اما دیر شده. شیت، اعصابم خورد شد. So trusted you. I thought I could too. So why in bloody hell does Makarov know you? من اگه بودم شلیک میکردم. شماره 6، خانواده آودیتوره، اساسین کرید 2. به نظر شما بهترین راه برای آغاز بازی چیه؟ چه جوری میشه پلیر رو جذب داستان کرد؟ مسلما یه شوک خیلی بزرگ. این موضوع حتی توی فیلم ها هم استفاده میکنن. چه حسی بهتون دست میده وقتی همون اول ببینید که تمام اعضای خانوادتون جلوی چشماتون دارن دار زده میشن، اونم بدون هیچ گناهی؟ متاسفانه به خانواده اتسیو اتهام خیانت زدن و اونا رو توی ملأ عام اعدام میکنن. اتسیو که یکی از شخصیت‌های محبوب اساسین کرید به شمار میره، هیچ کاری از دستش بر نمیاد و بعد از اینکه سربازا میخوان دستگیرش کنن، مجبور میشه فرار کنه.
شماره 5، ماریا و دومینیک سانتیاگو، گیرز آف وار. بعد از روزی که لوکاسا حمله میکنن، بچه های ماریا و دام کشته میشن و خود ماریا هم توسط لوکاسا دزدیده میشه تا روش آزمایش انجام بدن. دام سالها دنبال همسرش میگرده تا اینکه اونا توی لونه لوکاسا پیدا میکنه. اول ظاهرا همه چیز خوبه، اما بعدش مشخص میشه ماریا آلوده است و داره میمیره. به نظرتون این بده؟ نه. بعد اینه که دام مجبور میشه برای خلاص کردن همسرش اونا خودش بکشه. I'm so sorry, Maria. I tried to find you. God, I did. Please, no. Maria. God damn it, it's me, Dominic. It's Dominic. توی نسخه سوم دام به شهر همسرش میره و میبینه که همه ساکنین کشته شدن و حالا لوکاس ها دارن به شهر حمله میکنن. اون اول همراه با دوستاش تا جایی که میتونه جلوی این نیروها رو میگیره، اما ظاهرا فایده ای نداره. برای همین دام سواره یه ماشین سوخت میشه و خودشو به نیروهای لوکاس میکوبه. اون با این فداکاری به بقیه اعضای تیم اجازه میده بتونن به ماموریت ادامه بدن. لینک تاریخچه گیرز آف وار زیر ویدیو قرار داره و شما میتونید اونو تماشا کنید. شماره 4، سارا The Last of Us. Last of Us یکی از بهترین بازیایی که تا به حال ساخته شده و توی اون کلی مرگ غم انگیز وجود داره که از نظر من بدترین اونا مربوط به سارا کوچولو میشه. وقتی جول داره با دخترش از شهر فرار میکنه، یه سرباز جلوی اونا رو میگیره و فکر میکنه این دو نفر آلوده هستن. برای همین بهشون شلیک میکنه. متاسفانه توی تیراندازی سارا تیر میخوره و توی بغل پدرش جون خودشو از دست میده. سارا بیبی Don't do this to me, baby. Don't do this to me, baby. Come on. No. No. No, don't, don't, no. Please. Look. Please. Please. Please don't. Please. این بازی مشخص بود از همون اول قرار اشک همه ما رو در بیاره. ما قبلا ویدیو لست آف آسا درست کردیم و شما میتونید اونو تماشا کنید. شماره 3، آرتور و جان، Red Dead Redemption. Red Dead Redemption 1 از جمله بازی‌های انقلابی برای کنسولای نسل 7 بود که پایان بی‌نظیری داشت. جان یکی از هفت‌تیرکشای سابق با ادگار روز یه مأمور فدرال همکاری میکنه تا بقیه اعضای گنگشون رو دستگیر کنن. بعد از اینکه جان میتونه همه دوستای سابق خودش رو گیر بندازه و یا حتی بکشه، پیش خانوادش برمیگرده. ظاهرا همه چیز خوب و خرمه و یه پایان کاملا کلیشه‌ای داره. اما افراد ادگار در آخر به مزرعه جان حمله میکنن تا اون رو هم بکشن. جان اول جلوی اونا مقاومت میکنه و بعد خانوادش رو فراری میده و خودش رو قربانی میکنه. اما توی Red Dead Redemption 2 یه شخصیت دوست داشتنی دیگه به اسم آرتور داریم که همه باهاش ارتباط برقرار میکنن. آرتور هم یه هفت‌تیرکشه که یه جورایی حکم برادر بزرگتر برای جانو داره. اون بعد از اینکه جانو نجات میده، بهش میگه تو همراه با ابیگل بهتره جرم و جنایت رو کنار بذارید و یه زندگی معمولی برای خودتون درست کنید. در آخرهای بازی وقتی مامورای قانون سراغ این دو نفر میان، آرتور عقب میمونه و خودشو قربانی میکنه تا جان بتونه فرار کنه و یه زندگی جدید با ابیگل برای خودش بسازه. ما تاریخچه این بازی رو هم آماده کردیم و شما میتونید از لینک زیر ویدیو اون رو تماشا کنید. شماره 2، لی اورت، واکینگ دد.
همه شما اسم واکینگ ددو شنیدید و همون اول ذهنتون سراغ سریال این مجموعه میره. اما انصافا بازی این سری هم خیلی بی‌نظیره و حتما بهتره اونو تجربه کنید. تو واکینگ دد افراد زیادی میمیرن، اما بدون شک بیشترین ارتباطو با مرگ لی برقرار میکنید. این کاراکتر در پایان فصل 4 توسط یه زامبی گاز گرفته میشه. همونطور که میدونید وقتی زامبی شما رو گاز بگیره کم کم تبدیل میشید. برای همین لی یه ماموریت خیلی سخت به دخترش میده. شما میتونید به اون بگید به شما شلیک کنه یا اینکه با دستبند شما رو ببنده و بره. در هر صورت این صحنه‌ها به شدت غمناک هستند. اما قبل از اینکه سراغ شماره 1 بریم به چند تا دیگه از مرک‌ها که میتونستن توی لیست ما باشن اشاره میکنیم. استیو توی رزیدنت اویل کد ورونیکا، ایتن توی هیوی رین، الی توی هاف لایف دو، نوول 6 توی هیلو، باس توی متال گیر سالید، کنی توی واکینگ دد، آلن ویک توی آلن ویک، گالم مارک توی جنگ ستارگان، بیل توی لفت فور دد و پیر توی رزیدنت اویل 6. شماره 1، اریس، فاینال فانتزی 7. بدون شک هر لیستی از غم‌انگیزترین مرگ‌ها رو ببینید اریس توی صدر قرار داره، مخصوصا اون صحنه بیادموندنی که دختر کوچولو توسط سافیراس کشته میشه دل هر بازیکن یا به درد میاره. فاینال فانتزی یکی از سری بازی‌های بسیار قدیمیه که توی اون کلی از کاراکترهای دوست داشتنی جون خودشون رو از دست میدن، اما بدون هیچ تردیدی غم‌انگیزترین اونا مربوط به اریس میشه. جالبه بدونید که کلی از طرفدارا هنوز که هنوزه انتظار دارن اریس توی این بازی زنده بشه، اما من شخصا از این قضیه زیاد خوشم نمیاد. درست کردن صحنه‌های تراژدی از همون ابتدای دوران نویسندگی یکی از سخت‌ترین کارهای ممکن بوده و این موضوع توی بازی‌های کامپیوتری خیلی هم سخت‌تره. در هر حال اینم از لیست ما برای غم‌انگیزترین مرگ‌ها در دنیای بازی‌های کامپیوتری. به نظر شما چه مرگ دیگه‌ای میتونست توی این لیست قرار بگیره؟ توی کامنت ها با ما به اشتراک بگذارید. من یه تشکر بکنم از سید سجاد عنایت عزیز که ما رو امروز دونیت کرد. اگه شما هم دوست دارید از ما حمایت کنید میتونید از لینک ریمیت زیر استفاده کنید. یادتون نره ویدیو رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید. آرزو میکنم روز خوبی داشته باشید و تا قسمت بعد خدا نگهدار.